سلام دوستان برگشتیم با یه ویدیوی دیگه و امروز میخوایم در مورد چند تا موضوع خیلی جالب صحبت کنیم پس یه نگاه سریع به سرخط موضوعاتی که میخوایم با هم صحبت کنیم یکی طبق معمول پرایس اکشن بیت کوین رو میخوایم دنبال کنیم ببینیم اوضاع از چه قرار یا تحول جدیدی با شروع این هفته آغاز شده یا نه یه نگاهی به والهای بیت خواهیم انداخت هم به شورت هم به لانگ ها اتفاق افتاده اونجا که ارزش نگاه کردن داره بعد از اون میریم سراغ اخبار سراغ اخبار فارکسمون ببینیم که اوزا در بازارهای جهانی به چه شکله یه دو تا مورد خیلی جالب رو میخوام باهاتون مطرح کنم یکی بحث دومزدی کلاک هست یا ساعت پایان دنیا یه جورایی بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم مفهوم جالبیه چیزیه که شاید یه کمی حالا نه لزوما ارتباط مستقیم با بازار ولی خب به حال ارتباط داره به کاری که ما اینجا انجام میدیم و یه کمی مهمتر از همه آخر این ویدیو بخش مهم این ویدیو بخش آنچین هست که میخوایم به تحولات آنچین نگاه بکنیم یه چند تا برداشت خیلی جالب روی در واقع شبکه میتونیم ببینیم که باید با هم انجام بدیم پس بریم و برگردیم به کارهامون برسیم سلام دوستان خب امیدوارم که خوب باشین بردیا هستم آکادمی گنج بریم بدون حاشیه به کارهامون برسیم من اول از تحلیل تکنیکال بیت کوین شروع میکنم ببینید این رنجی که اینجا کشیدیم هیچ ف... اتفاق واسهش نیفتاده شما وقتی تایم فریم رو میاریم بالاتر خیلی خیلی با آرامش بیشتری میتونیم بازار رو دنبال بکنیم میدونم که تو این دو سه روزه خیلی ها اینجا هیجان زده شدن خیلی اینجا هیجان ها زده شدن اما واقعیتش اینه که اگه تایم فریم 8 ساعته بالا زندگی میکردین اصلا متوجه این اتفاقا نمیشدین و خلاصه زندگی راحت تری داشتین پس کماکان برای من همه چیز سرجا شه کماکان داخل این رنج خیلی خیلی کوچیک گیر کردیم میگم من دوست دارم اسمش رو بذارم 45 تا 35 هزار دلار و تو از این رنج خارج نشیم هیچ اتفاقی نیفتاده هیچ دلیلی برای لانگ کردن یا شورت کردن این رنج هم نداریم توی پرانتز اگر به هر دلیلی معتقد که حرکت بعدی به سمت پایین خواهد بود جایی که شما میخوایم وارد ترید لانگ بشین این وارد ترید شورت بشین این بالا هستش نه این پایین اگر به هر دلیلی فکر میکنین که قدم بعدی لگ بعدی به سمت بالا خواهد بود جایی که باید دنبال ترید لانگ بشین این پایین هستش نه این بالا خلاصه که به این موضوع فکر بکنین قبل از ورود به ترید هاتون اما خیلی هیجان و جالبتر از این شاید بحث والهای بیت فینکس باشه من اون رو صحبت کردیم من تایم فریم هم بیارم اینجا پایین تر یک رشدی رو دیدیم در تعداد پوزیشن در حجم پوزیشن های شورت لانگ های بیت قبل از شروع آخر هفته روز جمعه اگه اشتباه نکنم این این افزایش عجیب و غریب رو دیدیم که با هم که صحبت کردیم بهتون گفتم که به نظر من خیلی چیز خاصی نیست میتونه یه بازی والها باشه در طی آخر هفته چرا به چندین دلیل چون از اون ور پوزیشن های لانگ دست نخوردن از اون ور در واقع روی اتریوم اگه نگاه کنیم میبینیم اتفاق نیفتاد پس خل... احتمالا خیلی حرکت خاصی نبوده خیلی حرکت بزرگی بوده به نسبت از پایین تا بالاش بوده سه برابر شد تعداد پوزیشن های شورت اما میخوام بگم که چقدر سریع و راحت فید میشن و چقدر سریع و راحت از بین میرن این حرکت ها که امروز 55 درصد ریزش داشتیم و تقریبا برگشتیم همون جایی که بودیم یه ذره بالاتر پایینتر ولی بله خب توی این مدت میتونیم که میگم دنبال ترنت های بزرگ باشین توی این نمودار اگر میخواین دنبالش بگردین دنبال روندهایی باشین که ادامه دار باقی میمونن مثل این روند رشد توی پوزیشن های شورتی که اینجا داشتیم میدیم یا این روند ویز روند بی طرفی که توی پوزیشن های شورت دیدیم توی 6 ماه اخیر 4 ماه اخیر باز عقب تر بریم برداشت های دیگه میشه بله ولی خلاصه از این بازی ها زیاد میکنم باتون دوستان گرفتار نشین از این بازی ها زیاد بوده توی این دوره سی هزار دلاری اینجا هم از این بازی ها زیاد دیدیم حواستون باشه که گیر نیفتید بسیار خوب اما در مورد آنچین یه <تص> موضوع دیگر رو هم میخوام بررسی کنم و یه نمودار خیلی جالب گلاسنود رو آخرش با هم بررسی میکنیم اما این موضوع لیکویدیشن ها من یه توییتی امروز خوندم متاسفانه توییت رو گم کردم ولی خب اولا تو پرانتز بگم اینجا که داریم میبینیم خیلی ها این روزها دارن لیکویدیت میشن خیلی ها پوزیشن های با حجم های زیاد باز کردن با لورج های سنگین باز کردن و خب بازاری که جهت نداره تریدر رو لیکویدیت میکنه یعنی مشخصا کسانی که توی این بازار دارن و صدمه میبینن کسانی هستن که با بازار آشنایی کافی ندارن تجربه کافی ندارن بازار رنج میزنه بازار رنج زنه واسه همه بده اما خیلی جالبه که حجم لیکویدیشن ها انقدر زیاده الان نمودار ساعتی رو داریم نگاه میکنیم نمودار روزانه میبینیم که واقعا میلیون میلیون دلار همینجوری داره پول ها از بین میره این وسط من خیلی سوال بود داشتم که خب این پول از کجا میاد بالاخره هر <applause> هر چیزی باشه نه بانکی هستش که بیلاتشون کنه چه اتفاقی این ها از کجا اومده که به این راحتی داره از, در... از بین میره واقعا و یه توییت خیلی جالبی بود که میگفت اینها همون میلیونرهای دوج کوینن که شب پولدار شدن رو فکر کردن که هر بار باز هم میتونن اون قمارشون رو تکرار بکنن دوستان تا خیلی شاید واقعیت سخت و دردناکی باشه اما هیچ راه ساده ای برای پولدار شدن وجود نداره هیچ راهی یک شب هیچ راهی برای هیچ راهی نیست که بشه یک شبه راه 100 ساله رو تیک کرد داریم میبینیم یعنی اگر هم بکنید من خیلی وقت نشنیدم از این آدم ها یه موقع من تا کلمه دوج کوین رو میگفتم همه میریختن سرم که آقا این چه وضعشه ما باش میلیاردر شدیم اما خیلی وقت خبری ازشون نیست فکر کنم لای این لیکویدیشن ها میتونیم پیداشون کنیم خلاصه بدونید دارین چی کار میکنید اینکه یه بار شانس آوردین اینکه ضرب المثل معروف هست میگه یه بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخر تو دست ملکی ملخک خلاصه ملخک نباشید بسیار عالی. بریم نگاهی به اخبار رو بندازیم این هفته چند تا عدد اعلام خواهد شد این هفته مهمتر از همه روز چهارشنبه 16 هم FOMC میتینگ رو داریم قراره که نرخ بهره تعیین بشه و احتمالا بخش بزرگی از نوساناتی که این روزها داریم میبینیم به خاطر همین تعیین نرخ بهره است من فکر میکنم که سراغ 25 درصد سراغ 5 درصد خواهند رفت افزایش نرخ بهره رو خواهیم دید و این تغییر روی بازار قیمت گذاریش انجام شده همین الانش هم که داریم صحبت میکنیم خیلی وقت هم مثلا انجام شده پس تنها حالتی که میتونه خیلی بد باشه برای بازار اینه که عدد بزرگتر از 5 درصد ببینیم یا 50 بیسیس پوینت ببینیم که من انتظار ندارم همچین اتفاق بیفته بعید میدونم که به این راحتی بخوام بیان و بازار رو زیر رو بکنن شاید شاید ماه بعدش شاید در جلسه بعدی اما فعلا چیزی بدتر از این برای بازار چیزی از بتر از درصد فکر نمی به وجود بیاد و اون هم آنچنان تاثیر منفی در بازار نخواهد داشت هرچند اگر این اتفاق نیفته اگر نرخ بهره کمتر افزایش پیدا بکنه 25 صدام درصد باشه یا حتی افزایش پیدا نکنه که اونم به نظر من بعیده میتونه که بازار رو خوشحال کنه به هر حال هر چیزی که هست فردا بازار رو نوسانی خواهد کرد همه بازارها رو نوسانی خواهد کرد پس آماده باشین اگر که پوزیشن لورج توی بازار بورس دارین اگر که حتی روی جفت ارزهایی که سمتشون دلار هستن پوزیشنی دارین حتما حتما مدیریت تریدتون رو انجام بدین بسیار رلی. خبر دیگه نه چندان مهمی هم که امروز بود اروپا بود که به این نتیجه رسیدن که بیت کوین رو ماینینگ بیت کوین و پروف آف ورک ها رو خلاصا نمیخوام ممنوع کنم که خب منطقی هم بود یک اشتباه تریلیون دلاری رو بعیده بود اگر انجام میدادن خیلی واقعا بد بود اما بیاین یک کم راجع به این دومزدی صحبت بکنیم دومزدی کلاک مینت تو میدنایت چند دقیقه تا نیمه شب باقی مونده این داستان یک ساعتی است من تاریخ دقیقش رو ندارم که کی آغاز شده ولی خب توسط یه در واقع محقق ایجاد شده و یک در واقع نشانگریس یک نمایانگری از از اینکه بشریت به انتها چقدر نزدیک خیلی چیزا رو میاد در نظر میگیره خیلی از معیارها رو میاد در نظر میگیره اصلی ترین موضوعی که در واقع پیش بینی میکنه که بشریت نسل خودش رو به پایان برسونه بمب‌های اتمی هستن طبیعتا بمب‌های اتمی اونقدر الان دنیا داره که با یک هزارمشون میتونیم که نسل خودمون برای همیشه نابود کنیم و وقتی میگم نسل خودمون یعنی همه کسانی که روی زمین هستیم فعلا هم خیلی زیر ده نفر خارج از سطح زمین الان دارن زندگی میکنن و اونها هم احتمالا بدون کمک زمینی به جای نخواهند رسید خلاصه خیلی سخت نیست اینکه بخوایم از شهر خودمون خلاص شیم و احتمالا طبیعت و هم خیلی ناراحت نشن اما موضوعات دیگه رو هم در بر میگیره این محاسبه که ما چقدر تا نیمه شب تا انتهای دنیا فاصله تا انتهای حداقل بشر نسل ما فاصله داریم بحث هوا رو در نظر میگیره اینجا یه سایتش رو من توی کامنت میذارم بعد نیست به یه نگاهی بکنید نمیگم که بترسید یا نمیگم که خوشحال بشید هیچ هیچ کدوم ولی میگم بعد نیست یک ذهنیتی داشته باشیم که آقا دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم حتی اگر فکر میکنید که تا موقعی که خودمون زنده هستیم به جای نخواهد رسید و اتفاق بدی نخواهد افتاد میتونیم فکر کنیم نسل های بعدیمون چه اتفاقی برشون خواهد افتاد بالاخره هر کسی این حس رو ته دلش داره به نگاه بکنیم به اینکه خطرات در واقع اتمی توی دنیا چه شکل هست مقدار کربن دی اکسید توی اتمسفر به چه شکل هست سطح دریاها چه جوری داره تغییر میکنه طی 100 سال 200 سال اخیر چه اتفاقاتی داره میفته سایز در واقع قطب شمال نصف قطب شمال چطور داره تغییر میکنه و خلاصه دمای زمین داره چطور تغییر میکنه همه اینها رو میتونیم ببینیم و کلی آرتیکل و کلی نمودار دیگه که اینجا هست ولی خب آخرین چیزی که اومده بیرون آخرین صحبتی که اومده بیرون 20 ژانویه 2022 گفته که ما 100 ثانیه کمتر از دو دقیقه با میدنایت فاصله داریم با نیمه شب فاصله داریم عکساشو میتونیم ببینید که تو چه تاریخ هایی چقدر بوده ولی خب خیلی دور نیستیم باید ببینیم که آیا موفق خواهیم شد کمی اوضاع رو بهتر بکنیم یا نه همیشه به معنی نیستش که الان اینجا صد ثانیه رسیدیم بعدی قطعا کمتر خواهد بود ببینیم مثلا تو سال 2002 روی هفت دقیقه بودیم ولی خب موضوع بود که دوست داشتم باهاتون صحبت بکنم که از دوستانم اینجا پرسیده بود که متوجه نشدم جریان چیه توضیح بدم منم توضیح در حدی که حالا حوصله این ویدیو ایجاب میکنه میدم بسیار عالی من میخوام یه دونه ایندیکیتور رو معرفی کنم که ایندیکیتور آنچین رو معرفی کنم از این معرفی ایندیکیتور ها توی دوره آنچین همون که شروع بشه حالا بیشتر خواهیم داشت اما به عنوان یک حالت دمو ایندیکیتور جدیدی هست به نام اکیومولیشن ترند اسکور توسط گلاس نوت معرفی شده من دوتا رو دارم الان میخوایم با هم مقایسه کنیم و یه کمی دیدگاه ازش بکشیم بیرون چه یک ایندیکیتوری ای که ای عددی بین 0 و یک نشون میده ورودیش آن چینه یعنی با استفاده از تراکنش های روی چین این عدد بین 0 تا یک رو حساب میکنه و صفر تا 1 به این شکله که میگه آقا اگر عدد به یک نزدیک تر باشه که توی نمودارها رنگ پر رنگتری هست به این معنیه که در ماه گذشته در سی روز گذشته بازیگرای بزرگ بازیگرای بزرگ والت که پول های زیادی توشون جابجا میشه یک ماینر ها حساب نیستن حساب های سرافی ها حساب نیستن و فقط و فقط انگار داریم به وال ها نگاه میکنیم پس عدد نزدیکتر از نزدیک به یک نشون میده که در طی ماه گذشته بازیگرای بزرگ چقدر اکومولیت کردن چقدر جمع کردن اضافه کردن به داراییهاشون. هاشون توی پرانتز این نمودار نگاه میکنه به اینکه آیا اون بازیگر بزرگ هزار تا بیت کوین اگر داشته آیا 100 تا جدید خریده یا هزار تا جدید خریده قول خیلی فرق میکنه بعدی که به صفر نزدیکتر باشه موقعی که به صفر نزدیکتر نشون میده که دارن خرید نمیکنن آیا این میتونه به معنی باشه که در حال فروش هستن یا در حال اکومولیشن هستن این رنگ هرچی زرتر زردتر باشه بیشتر اون معنی رو میده بسیار عالی بیایم از این شروع بکنیم کل این نمودار رو داریم میبینیم از ابتدای تاریخ بیت کوین تا به الان این اوایل از 2011 تا 2012 واقعا خیلی اطلاعات خاصی ازش نمیشه گرفت و میبینیم که اغلب حرکت اغلب خریدها اغلب اکومولیشن کجا صورت می گرفت در اون فاز یوفوریا در اون فاز هیجانی بازار صورت می گرفت خب به هر بیت کوین یه چیز خیلی تازه ای بود دقت کنید قیمتش از یک دهم سنت به ده دلار به 100 دلار یهو رسید خب خیلی تفاوت بزرگیه و تمرشوکیه کرده بود اون موقعی که از یک دلار رد شد هم باز این افزایش ادامه داشت خلاصه وضعیت با اینجا خیلی فرق میکنه وضعیت الان با اینجا خیلی فرق میکنه توی دوره های بعدی هم میتونیم ببینیم که دو جا ما این اکیمولیشن سنگین رو میبینیم این خرید سنگین رو میبینیم یکی در نزدیکی قله ها هست یکی در نزدیکی توی بول مارکت هاست توی جایی که بیت کوین قدرت میگیره چرا چون به حال اون هیجان برمیگرده به سیستم و خیلی ها دوباره دوستان وارد بشن وقتی میبینن که خب از 10 دلار رفت به 1000 دلار خب یه هیجان دوباره است و یکی در زمانی است که در واقع کپیچولیشن اتفاق میفته قیمت خیلی خیلی میاد پایین و اصطلاحا اون ارزش رو پیدا میکنن خیلی ها خیلی وقت قیمت اگر امروز قیمت بیت کوین یهو بشه 3000 دلار هم قیمتی که دو سال پیش بود خب غالبا خیلی از کسانی که دو سال پیش نخریدن الان ارزش رو میدونن و الان خواهند خرید و این, اون اکومولیشن رو اونجا نشون میده خب هم همین اتفاق دوباره میفته توی این سایکل اگر نگاه بکنیم میبینیم که موقعی که قیمت بر میگرده این پایین هلوش 100-200 دلار میبینیم دوباره در واقع ولیو رو پیدا میکنن ارزش رو پیدا میکنن و رالی بعدی آغاز میشه و دوباره به سمت پایین دوباره توی اوج سری میبینیم توی بول مارکت میبینیم و باز اکومولیشن من برم توی این یکی عکس کمی نزدیکتره ابزارم رو در بیارم خب حالا میخوام راجع به سال 2020 صحبت بکنم و خلاصه راجع به این تیکه 2016 تا 2020 یک چیز خیلی خیلی جالبی دیدم بیایم اول به سال 2017 نگاه بکنیم خب ما توی بول مارکت چی داشتیم توی بول مارکت اگه نگاه کنیم تعداد زیادی از این نقطه های سیاه داشتیم نقطه های پر رنگ داشتیم تا کجا تا به قله بعد از قله چی دیدیم بعد از قله یک فاز در واقع چی میگن خنک شدن بازار بود که دیگه اون هیجان خوابیده بود میبینیم که والها نه تنها دیگه دارن جمع نمیکنن بلکه دارن سبوک میکنن از دارایی هاشون و این یک برمارکتی بود که دو سه سال چی شد دو سال به طول انجام از اینجا شروع شد تا 2019, 2017 تا 2019 تقریبا به طول انجام و بعد از اون بعد از اینکه این کف رو بازار پیدا کرد وارد فاز چی شدیم وارد فاز کپیتولیشن شدیم وارد فاز تسلیم شدیم که دیگه خیلی ها شدن معتقد شدن که بیت کوین مرده و خب البته همه می همه میدونیم که نمرده بود و اونجا والها دوباره ارزش رو پیدا کردن و شروع به خرید کردن و یک مینی رلی دیگه داشتیم به این بالا در سال 2019 اما میخوام اینو مقایسه کنم با روندی که اینجا داریم میبینیم در سال 2019 به بعد در سال 2020 به بعد دیدیم کماکان مثل فاز یک من اینجا رو گذاشتم فاز یک کماکان مثل فاز یک اینجا همچی داریم میبینیم اینجا هم یه دونه بول مارکت داریم میبینیم که کاملا سیاه سیاه همه چی. و این ادامه داره تا جایی که قله زده میشه این قله رو من قله 42000 رو میخوام اسمش رو بذارم قله الان بهتون میگم چرا الان بهتون میگم چرا با توجه به این سیستم با به این مقایسه این سایکل و این مینی سایکلی که اینجا داریم میگذرونیم قله در واقع 19000 که در سال 2017 دیدیم سال 2017 دیدیم خیلی خیلی شبیه قله 42000 است که در سال 2020 دیدیم بعد از اون چه اتفاقی افتاد من مثلث نشوندم بعد از اون اینجا این ناحیه زرد رنگ رو داشتیم که والهاش رو به بخ... خرید انجام نمیدادن و مشغول چی بودن مشغول دیستریبیوشن بودن میبینیم که این اتفاق در اوج هزار تایی اینجا افتاد پس ممکنه که ایراد بگیرین که آقا خب اینجا با اونجا خیلی فرق میکنه اینجا قیمت داره هی در قله های پایین تر میزنه بر مارکت ولی اونجا یه دونه قله خیلی بالاتر زد از 42 تا 70 تا 64 حداقل رفتیم بالا ولی خب ما داریم صرفا به آنچین نگاه میکنیم به آنچین که نگاه کنیم ادامهش میبینیم که دوباره یک ناحیه چی میبینیم یک ناحیه اکیومولیشن میبینیم من اینجا رو با یک ستاره نشاندن زیبا مشخص میکنم و اینجا هم با همون ستاره تفاوت اینه که تفاوت اینه که این کپیتولیشن وقتی شروع شد در سال 2022 2021 که قله جدید برای بیت کوین زده شد و اینجا جایی بود که همه نامید شده بودن من میخوام به یه نکته اشاره کنم اونم این که احساس سنتیمنت بازار حس بازار حس شرکت کننده های بازار در سال 2018 این کپیتولیشن اینجا که اتفاق افتاد بسیار بسیار شبیه احساس افرادی که تو بازار هستن هستش الان و در طی 6 ماه اخیر خیلی جالبه اگر این موضوع درست باشه اگر این مقایسه دایره مثلث ستاره ما با این بالا درست باشد به این معنی میتونه باشه که این عددی که ما دیدیم اینجا در انتهای کپیچولیشن در انتهای کپیچولیشن کف بازار بود دقت کنید که بازار هیچ وقت به این کف برنگشت حتی در دوره کرونا و دیگه خودتون میدونیم بعدش چه اتفاقی افتاد خلاصه که خیلی جالبه این میتونه چی باشه این میتونه یک مدل سازی جدیدی باشه که ما تا حالا انجام نمیدادیم ما تا حالا سعی میکردیم که سایکل های قبلی رو بکشیم توی نمودار کیس سایکلمون توی ویدیو کیس سایکل اصلا کل ایدئولوژی پشت قضیه همینه که سایکلمون رو بکشیم سایکل قبلیمون رو تا فیت بشه به سایکل جدیدمون اما چیزی که اینجا داریم میبینیم خیلی نزدیک به حرفی که ویلی شاید یه سال خورده پیش توی همین پیجم راجعش صحبت کردیم که مینی بول مارکت ها و مینی بر مارکت ها خواهیم داشت این یه بول مارکت بزرگ بود که اینجا یه ورژن کوچیکش رو داریم میبینیم و این چیزی که این ور دیدیم دایره مثلث ستاره همون دایره مثلث ستاره بود که یه بول مارکت کوچیک بود خب و تنها مشکلی که وجود داره اینه که طبق تعریف کتاب این بر مارکت نیست این قسمت این اینجا رو ما الان داریم بهش میگیم بر مارکت دارات واقعا داریم میگیم این ناحیه شبیه این ناحیه بود تنها مشکلش که قله های بالاتر داره زده میشه من فکر کنم این مشکل رو خیلی راحت میتونیم حل بکنیم با یه کار خیلی ساده اگر بیایم و قیمت بیت کوین رو نسبت به قیمت نفت نگاه بکنیم خب چرا به قیمت نفت درستش اینه که به نظر به قیمت انرژی نگاه بکنیم اما میشه به قیمت نفت مقایسش کرد اگر این کار رو بکنیم و البته یه سری تاخیرهای اقتصادی رو درش در نظر بگیریم که خب به حال قیمت ها، قیمت بیت کوین خیلی سریع خیلی تغییر بکنه تا قیمت نفت شاید بشه گفتش که این نگاه درسته و ما الان یه سال دو ساله که توی بر, بر مارکت هستیم ولی بر مارکتی که قیمت از یه پایین نمیره این کمی عجیبه پس در نهایت جنبندی من از این, از این در واقع معیار جدید گلاس نوت اینه که یک ما در بر مارکت بودیم فاز کپیتولیشن تموم شده کف بیت کوین زده شده کف سی هزار دلاری بیت کوین زده شده اینجا و اینجا و از الان به بعد قراره که یه دونه مینی بول مارکت دیگه داشته باشیم یه مینی بول مارکت دیگه در ادامهش مینی بر مارکت دیگه که شاید این مینی و بول مارکت ها دیگه کف های پایینتر. یعنی کف پایین که ایجاد نمیکنم نمی ولی خب دیگه شاید شبیه این سایکل نباشن و بیشتر شبیه این سایکل باشن چرا؟ یک جواب ساده ما خط که داریم باش اندازه میگیریم رو داریم تغییر میدیم ما داریم دلار چاپ می ما داریم پول چاپ می کنیم مدل ها این رو در نظر نگرفتن حداقل همشون در نظر نگرفتن خلاصه خیلی خیلی واسه جالب بود از اینا زیاد خواهیم داشت در دوره آنچین و راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد اما اگر موندین تا تا این ویدیو دمتون گرم براتون صحبتی دارم در مورد فروش ویژه گنج داریم به عید نزدیک میشیم در دو هفته عید قراره که فروش ویژه داشته باشیم در کل دو هفته هر موقعش که خواسته میتونید که تهیه بکنید میدونم که خیلی ها توی عید زمان خالی دارن دوستان زمانشون جوری بگذرنن چه یکی از کارهایی که بتونیم بکنین اگر چند وقتی هست که دنبال تریدینگ هستین اگر چهار تا کتاب خوندین اگر یه ذریم زدین خوشتون اومده در خودتون میبینید که بتونید وقت بذارید و تمرین بکنید تریدینگ میتونه که شغل دوم یا حتی یه روزی شغل اول جالبی براتون باشه دوره آموزش تریدینگ نقشه گنج توی وبسایت موجوده به زودی جزئیات فروش بیژه رو اعلام خواهم کرد اما همین الان میتونیم برین رایگان جلسه اول رو ببینید و نظرتون از هم بنویسین از همون دو جلسه اول توی وبسایت سایت من نظرتون بنویسین ببینین که چی انتظار داریم ببینین توی دوره و من میتونم کمکتون بکنم دوستانم میتونم کمکتون بکنن که بهتون بگن آیا اون چیزایی که انتظار دارین رو خواهین دید یا نه اینکه دوره رو میذارم این پایین براتون منتظر فروش ویژه باشه این خبرهای خوبی توی راهه میبینم اتون تا دیداری بعد خدا نگهدار.